خانم فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان و عضو گروه مذاکره کننده را با خود داریم و ازشان میپرسیم که با وجود فشارها و تلاشهایی که برای سرکوب زنان صورت گرفت در افغانستان، این مبارزات زنان هنوز هم ادامه داشت. میخواییم بفهمم که پیامد این مبارزات و دستاورد این مبارزات در یک سال گذشته چی بود؟ صفحه جدید تاریخ افغانستان توسط زنان افغانستان رقم خورده. زنان افغانستان از روز اول تسلیم دهی قدرت به طالبان با ایستادگی مدنی، با مبارزه، با مقاومت نشان دادند که یک نسل تغییر یافته هستند و در برابر فشار و در برابر جبر و در برابر سرکوب تحت نام گاه فرهنگ، گاه تحت نام دین و متاسفانه همه در تناقض با دین دیگه سر تسلیم ندارن. زنان افغانستان نشان دادن که طالب اونا را دشمن اصلی خود فکر میکنه و اونا هم با ایستادگی در برابر دشمن توان سرکوب متقابل طالبا را دارن. ما شاهد بودیم که زنان در گروه های بسیار کوچک، حتی 100 نفر، 50 نفر وقتی مظاهره میکنن، برخورد طالب و پاسخ طالب پاسخ با مرمی، با گلوله، با خشونت، با زندانی، با سرکوب بیشتر است. در یک سال گذشته تقریبا 35 فرمان و اعلامیه برای سرکوب زنها صادر شده و آخرین موردم امی که زنها از رفتن به دانشگاه و به کار محروم شدن. این نشان میده که در یک سال گذشته یک قانون تکمیل شد برای سرکوب زنان، برای محروم ساختن زنان، برای حذف زنان از صحنه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افغانستان. حال به نظر ما مسئله سرکوب زنان تنها یک مسئله حقوق بشری و حقوق زنان نیست. به نظر من یک بحث امنیتی است و زنان افغانستان فعلا نه تنها در خط اول حمایت و مبارزه برای اعاده حقوق خود قرار دارند، بلکه در خط اول تعمیر امنیت جهانی قرار دارند. این که جهان ایره دیر درک کرده و هنوز هم فقط اعلامیه میتره، مالمدار امید داریم تغییر کنه، ولی قناعت بخش نیست. بله، خب جریان مبارزات زنان در یک سال گذشته به نظر شما با عنوان کسی که هم تجربه سیاست دارین هم تجربه کار در زمینه حقوق زنان ندارین، آیا با یک جنبش واقعی، با یک جنبش هدفمند تبدیل شد و در واقع خواستهای منسجم، مسیر منسجم و پیشنهاد کرد؟ دقیقاً از روز اول که زنها آغاز کردن به راهپیمایی و مظاهره، خواستشان مشخص بود: تحصیل، کار، آزادی و حتی گاه نان، کار، آزادی میگفتن. منظور از نان فقط غذا نبود، منظور از نان دسترسی به منابع بود، دسترسی به فرصت‌های کاری بود که تامین کننده معیشت زنان باشه، تامین کننده پیشبرد زنان باشه، زندگی زنان باشه که مسئولیت فرزندای خود دارن، شوهر خود، پدر خود، برادر خود، ناناور خانواده خود در جنگ از دست دادن و امروز مکلف به پرداخت و نفقه خانواده خود هستن و اونا از حق کار محروم هستن، از حق تحصیل محروم هستن، از بیرون رفتن محروم هستن. منظور از نان هم دسترسی به منابع بود که اونا را بتونه زندگیشون پیش ببره. و در این اواخر شعار یا همه یا هیچ کس هم مکمل تقویت کننده همون شعارهای گذشته بود. ما هم اونایی که در بیرون هستیم، در کشورهای مختلف هستیم، به پیروی از زنانی که در داخل هستن تلاش کردیم که صدایی از اونا را، پیام کنامیتا بیرون کنیم. من فکر میکنم پیام بسیار منظم بوده، هرچند تاثیرش برای برنامه های طالبا کم بوده، چون طالب چنانچه قبلا گفتم زن قدرتمند افغانستانه و زنی که تحول یافته است دشمن خود فکر میکنه. به خاطر است که فکر میکنه هر قدر زن قدرتمند باشه، یعنی که افغانستان مرفه، و متاسفانه طالب کدام برنامه‌ای برای افغانستان مرفه نداره. به خاطر من فکر میکنم یک تداوم در مبارزات و در پیام‌ها بوده، در روزی که حتی مردان جرأت بیرون رفتن از خانه‌های خود نکردن، وقتی اولین اعلامیه در مورد مسئولیت دانشگاه و پانتونا صادر شد، حتی مردان اجازه نداشتن و جرأت نکردن بیرون برن، اما ما در امور روزم دیدیم زنای افغانستان در سرکا مبارزه کردن و نشان دادن که از هیچ چیز نمیترسن، حتی در برابر توپ و تفنگ طالب در دروازه دانشگاه کابل ما دیدیم که زن یا دختر یا دانش آموز با کلمه اقرا استاد شد. و جالبی بود که طالب در اونجا بر امنیت از از دختر پرسیدن که در بیرقی که گرفته چی نوشته است. تاسف آور و تعجب آوری است که اونایی که برای امنیت دانشگاه هستن اجازه نمیتن دخترها داخل دانشگاه شون، خودشان خواندن نوشتن بلد نیستن. من فکر میکنم یک تداوم وجود داشت و این تداوم، من یقین دارم که
هرچند کوچک ولی یک بذره را کشت کرده در ذهن در فکر. امید ما ایست که مردان افغانستان هرچند بسیار مشکل، هرچند بسیار با تهدیدات مواجه هستند، امراهی کنند زنان افغانستان را. خب علاوه بر این خانم کوفی، شما به عنوان کسی که بدون شک در مجامع بین المللی هم حضور داشتین، با سیاسیون جهان نشستین، صحبت کردین و خلاصه دیدگاه ها را گرفتین، معمولا فکر میکنین که راهکاری که واقعا بتونه این وضعیت تغییر بده چی هست؟ با هر روز برآمدن به خیابان که زنان برای آن مبارزه بکنن و دو نفر بازداشت شوند، سه نفر لتکوب شوند، با این که نمیشه پایان داد به این وضعیت، به نظرتان راه عملی برای پایان دادن به این وضعیت چی هست؟ نیلوفر جان، من فکر میکنم مبارزات و استادگی مردم افغانستان در داخل میتونه برای ما هم انگیزه بده و برای ما هم یک وسیله شو و یک دستاورد باشه که ما در مجامع بین‌المللی بالای سیاست های جهان فشار بیاریم تا جهان روی کرده خود در قبال افغانستان تغییر بده. اگر واقعا زنان افغانستان، مردم افغانستان خاموش باشن، به معنای از اینکه از وضعیت راضی هستن، به نظر من کاری که باید انجام شوه هم در داخل افغانستان باید ما یک روایت تازه را ترسیم کنیم و هم در بیرون اونایی که سیاسیون و زنانی که در بیرون هستن با هم انسجام بتن نیروهای خود و یک روایت در محور زنان، در محور برنامه های زنان شکل بتن و دنیا هم فقط از دید امنیتی و از دیدی که افغانستان در حضور طالبان یک کشور امن است بیرون شود. روایتی را که امریکا طالبان به دنیا مفروشن است که با حضور ما میتونیم با داعش مبارزه کنیم و افغانستان امن است، در حالی که طالب خودش دلیل ناامنی است و هیچ گروه بنیادگری نمیتونه یک گروه بنیادگر دیگه را سرکوب کنه. با فشارها، برنامه های سرکوب کننده طالب ها، یک تعداد زیاد مردم رفتن داعش شدن. بنابراین تهدید از آدرس گروه های جنگنده از داخل افغانستان، گروه های بنیادگرا که به وسیله خشونت میتونن به قدرت برسن، بیشتر شده به دنیا. بنام دنیا با فکر میکنم که باید از دید فقط کمک های بشر دوستانه و کمک های به اصطلاح اعلامیه ها بیرون شوه و تبلیغ ما فعلا نمی، صحبت ما در یک سال گذشته ما می بوده که افغانستان باید وارد یک فیز جدید سیاسی شود. تمام سیاسیون جمع طالب با یک توافق سیاسی باید دست بیابن. هرچند گفتن ازی شاید برای کسانی که هر روز در خط جنگ خانواده خود از دست می دهند سخت است. ما واقعا زخم خوردیم در یک سال گذشته، ولی در آخر روز باید گفتگو صورت بگیره. ما در حالی که اونایی که با انتخاب سخت‌تر مجبور میشن تا مقاومت کنن رد نمیکنم، اما فکر میکنم در آخر یک راه حل سیاسی باید پیدا شود. در غیر از او افغانستان وضعیت چزی بدتر میشه. بله، و ما میخوایم بیره بپرسم که چرا زنان، خانم گوفی، چرا انگشت دقیقا روی زنان هست؟ آیا این بحث تحت فشار قرار دادن زنان و نحوی با موضوع باجگیری از جامعه جهانی توسط طالبان ارتباط داره به نظر شما، و یا مسئله تنها موضوع دینی هست، موضوع باورهای متحجرانه و افرادگرایانی دینی طالبا هست؟ شما چی فکر میکنید؟ به هیچ وجه آنچه در طالبا در مورد زنان انجام میتونه در افغانستان ریشه در دین نداره. من فکر میکنم آنچه طالب انجام میتونه دو سه دلیل داره. یک، اول همونطور که شما گفتین میخواین که از مسئله زنان باعث یک وسیله باجگیری علی دنیا استفاده کنن. دوم، نشان میده که اختلافات بین طالبا در ایدئولوژی نه بلکه در قدرت، در دسترسی به منابع وجود داره و زنان ابزار شدن برای نشان دادن این رقابت ها و اختلافات. و سوم، من فکر میکنم این که طالب در یک سال گذشته شناخته نشد، یک بخشش برمیگرده به مقاومت زنان در داخل افغانستان و انسجام زنان در بیرون افغانستان که از طریق پلتفرم ها و نهادهای مختلف پیهم از وضعیت داخل افغانستان اطلاع رسانی کردن، جلسه داشتن، ملاقات داشتن، ذهنیت عامه را در بیرون شکل دادن، همه از اینا. و طالب میدونه که کجا را درست نشانه بگیره. من فکر میکنم دوامی مبارزات هنوز هم میتونه طالب را ضعیف بسازه و ما امیدوار هستیم که منجر به یک تغییر شود. سپاسگزار هستم خانم فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان و عضو گروه مذاکره کننده، از اینکه به گفتگوی ایندیپندنت فارسی پیوستین. سپاس از وقت شما.